وقت زیاد نمیگیرم، میکروفون رو به دریا میدم. ازتون تشکر میکنم که منو دعوت کردین. من در مورد وضعیت زنان در ایران امروز صحبت میکنم. اونها در زندگی روزمره خودشون مورد تبعیض قرار میشن، همچنین به خاطر قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد تبعیض قرار داده میشن. اونها مشکلات بسیاری دارن و همیشه باید یک حافظ مذکر پیششون باشه تا بتونن حتی مسافرت کنن. اونها حتی برای مسافرت هم مجبورن که اجازه پدر یا شوهرشون رو داشته باشن و این زندگی رو برای اونها سخت میکنه، چرا که اونها برای کار یا تحصیل باید همیشه اجازه یک حافظ نر رو داشته باشن. زنان نمیتونن در ایران به سادگی طلاق بگیرن مگر در یک موارد استثنایی. اگه مرد درخواست طلاق بده، حضانت فرزند همیشه با مرد هست و بعد از اون با خانواده مرد. ارث زنان نصف مردان هست، شهادت زنان نصف مردان حساب میشه در دادگاه. پس زندگی اونها در واقع آغشته است با این تبعیض و همچنین حجاب اجباری در ایران هست که خیلی چیز خاصیه و همیشه باید سرشون در واقع تحت پوشش باشه و این ایران تنها کشوری است که در این یک اجبار هست برای زنان. همچنین رفتار زنان ایران باید همیشه تحت کنترل رژیم باشه. اونها نمیتونن به تنهایی آواز بخونن، نمیتونن حتی در سالهای آخر پرزیدنت روحانی هم نتونستن این کار بکنن، حتی در کنسرت هایی که توشون زنان در واقع نوازنده بودن هم کنسل شدن. تنها چیزی که بعد از انقلاب اونها تونستن توش شرکت کنن تحصیل بوده که متاسفانه امروز این تحصیل در دانشگاه برای اونها محدود شده. 4 سال پیش قبل از پرزیدنت روحانی 67% دانشجوها زنان بودن، دختران بودن، اما یک قانونی آوردن که این رو کم کرد که بعد از 4 سال ما میبینیم که فقط 43% دانشجویان در دانشگاه دختران هستن. این چیزی که در 4 سال پیش اتفاق افتاده. در زمینه کار هم از این بهتر نیست. زنان فقط 11 تا 12% بازار کار ایران تشکیل میدن و این بسیار بد است برای اونها. همچنین زندگی ورزشی اونها و زندگی روزانه اونها خیلی سخت هست. اونها اجازه ندارن حتی دوچرخه برونن. اونها حتی نمیتونن مثلا با لباس راحت برن بیرون و بدون، پیاده روی کنن. ولی بیاین در مورد زنان ورزشکار حرفه‌ای صحبت کنیم. اونها هم همچنین تبعیض‌های زیادی رو باش رو به رو هستن. بعد از انقلاب 1979 ما ورزش‌های زیادی نداشتیم که توش زنها بتونن شرکت کنن. بعد این مدت این قضیه شروع شد که اینا میتونستن تو یه سری ورزش‌ها شرکت کنن، اما مثلا تو ژیمناستیک نمیتونستن، تو شنا نمیتونستن، چیزای دیگه مثل نمیتونستن شرکت کنن. امروز ما ورزشکارهایی رو میبینیم که خیلی موفق هستن، مثل کیمیا علیزاده، اما او هم به ما میگه که او همه کار رو خودش کرده و هیچ فدراسیونی و هیچ دولتی از اون حمایت نکرده و همش رو خودش انجام داده. همینطور که میدونید به خاطر حجاب اجباری ورزشکارا نمیتونن لباس خودشون رو انتخاب کنن و همیشه باید خودشون رو تحت پوشش داشته باشن، سرشون رو، بدنشون رو، و این اصلا مخالف در واقع نمیتونن تو مجامع بین‌المللی مسابقه بدن.
و نمیتونن که در یک وضعیت عادلانه به مسابقه برن. و ورزشکارهایی هستن که مثل درسا درخشانی که انتخاب کردن که حجاب نپوشن، که درسا درخشانی قهرمان شطرنج هست که حجاب نداشت در یک مسابقه و متاسفانه او از تیم ملی اخراج شد. پس ما میبینیم که اون توانایی که در سر اون هست به عنوان یک قهرمان شطرنج الان مهم نیست برای جمهوری اسلامی ایران. من کیس های دیگه هم بوده که مثل شیوا امینی عضو تیم ملی فوتسال ایران که بدنش رو نپوشوند در یک مسابقه آزاد در خارج از کشور و او هم از تیم ملی اخراج شد، تیم ملی فوتسال اخراج شد. یا سمیرا حیدری قهرمان کشتی که روسریش در حین مسابقه افتاد و متوجه نشد و به خاطر این 6 ماه از تیم ملی اخراج شد. ممکن ورزشکاران دو میدانی زنان در ایران اونا مثلا مجبورن که، یا ورزشکارای زنان ایران اونا مجبورن که برای اینکه برن خارج از کشور مثل زهرا نعمتی مسابقه بدن باید اجازه شوهرشون رو داشته باشن، که زهرا نعمتی که اجازه پیدا نکرد از طرف شوهرش که بره، چرا که، یا نیروفر اردلان که سال پیش همینطور شد و نتونست تو مسابقات شرکت کنه خارج از کشور. نه فقط ورزشکارا، بلکه مثلا کارشناسای ورزش هم تو ایران مورد تبعیض قرار میگیرن. همینطوری که میدونین زنان در ایران و عربستان سعودی ممنوع است که به ورزشگاه برن برای به عنوان تماشاگر و تا 4 سال پیش این توی والیبال اما ممکن بود که این کار انجام بشه که برن تو ورزشگاه آزادی که 12,000 نفر گنجایش داره، ولی متاسفانه وزارت ورزش پرزیدنت روحانی اولین وزارت ورزشی بود که بلیت به زنان نفروخت که برن داخل استادیوم. و خودتون میدونید استادیوم مثل یه جامعه کوچیکه، وقتی که میبینید زنان تو جامعه مورد تبعید، تو استادیوم مورد تبعید قرار میگیرن، پس میتونید حدس بزنید که تو جامعه چه اتفاقی برای اینا میفته. و این در واقع FIVB و یا کمیته بین المللی المپیک، اونا باید مسئولیت قبول کنن، اونا باید در واقع به زنان ایران کمک کنن که به استادیوم ها برن و اونا باید از ایران بخواین که هیچ مسابقه نمیتونه توی استادیومی برگزار بشه که توش از این نوع تبعیض ها اعمال میشه. ولی در سالهای پیش متاسفانه اونا چشماشون رو بستن برای این تبعیض و این اتفاق افتاده. و این یک خلاصه بود از وضعیت زنان در ایران در سالهای اخیر. شما میدونید فعالان حقوق بشر هم از این بهتر نیست وضعیتشون، اونا هم یا تبعید هستن یا در زندان. و در واقع راه حل اینا خیلی ساده است، از زنان حمایت کنید تا بتونن خودشون رو، تا ظرفیت های خودشون رو نشان بدن. از زنان باید حمایت کنیم، این وظیفه ماست که از زنان حمایت کنیم تا بتونیم آینده خودشون رو بسازن. خیلی ممنونم بابت توجه شما. در